خدا. سلام بچه‌ها. جلسه امروز ما مربوط به حل تمرین معادلات قدم‌تغییر هستش، ادامه جلسه پیش. چند تا هم تست چاشنی کار خواهیم کرد تا شما با سبک و سیاق تست زنی هم توی این موارد آشنا بشید. بریم امروز رو حل مسائلمون ببینیم چیکار میکنیم. اولین سوالمون رو نگاه کنید. حل معادله قدم‌تغییر میخواد، کسری هم هستش. هدف از ارائه کسب به دانش آموز اینه که حواس دانش آموز به ریشه های مخرج باشه. طرف وسطه میکنم. طرف این وسطه میکنیم این مدلش. حالا برای حل این هر راهی که دوست داریم میتونیم انتخاب کنیم دیگه. ما از توان دو رسوندن استفاده میکنیم. میرسونیم به توان چند؟ دو. اولی به توان دو، اینم دو برابر اول دومی و دومی به توان دو. اون برم که اتحادش مشخص، اولی به توان دو. دو برابر اولی در دومی به اضافه چند، اینم دومی به توان دو میشه. اتفاقا x2ش با هم کنسل میشه دیگه، اینا که x2 ها با هم دیگه کنسل میشه. یه جا به جایی هم بدیم، بدیم میشه منفی 2x مصابه، اینم برون بر میشه چی؟ منفی 5 x باب بشه چی؟ 5 دوم. 5 دوم باید چک کنم، یعنی اینجوری نیست که همیشه من یه ضرب بپذیرم، چون تو این توان درسونه ممکن جواب اضافی وارد مسئله شده باشه، به خصوص اینکه این دو تا قدم تق مصابه با هم نیستن. اگه دو تا قدم تق مصابه با هم بودن اینجا یه قد داشت، الان شاید کنترل هم نمی‌کردن، می‌گفتم بالاخره مصابه با مصابه باشه. اما 5 دوم می‌ترسم این و مصابه بشه و من منفی بشه. 5 دوم چک می‌کنم. 5 دوم منهای 5 دوم منهای 3 قدر مطلقش باید بشود 2 منهای چند؟ 5 دوم. اونور 2 منهای 5 دوم می‌بینیم منفی در میاد، دقت می‌کنی؟ دسته که اینور هرچی هست بالاخره مثبت در میاد دیگه. شما میگی الان اینجا میشه چی؟ منفی 1 دوم، قدم تقش میشه چند؟ 1 دوم. این دو طرف رو یکسان نمی‌کنه، پس من این جواب رو قبول نمی‌کنم، میگم معادله جواب ندارد. این روش. سوال بعدی فکر میکنم قدمتق داخلش میبینی نه؟ اینجا رو میبینی؟ یه اتحاده. چه اتحادیه؟ این همون x منهای 1 به توان 2 که مصابه با 2 x به اضافه، این همون قدر مطلق x منهای 1 مصابه با 2. این الان معادله در اصلش قدر مطلقی هستش. خب با چه روش دوباره شروع کنیم؟ اگر بازم همون روش توان 2 رو اجرا کنیم براش، توان دو میرسونم، منتها بازم باید ایکس همو چیکار کنم؟ کنترل کنم. کاش همونجا یه ضرب به توان دو میرسونم، چه اینجا چه اونجا، چه هر اینجا باشه چه اینجا باشه، بالاخره یه ضرب میتونستم چیکار کنم؟ توان دو برسونم. اولی به توان دو برابر اول در دومی، یا همون اولی دیگه رادیکاله، این همه که به توان دوش میشه 4x دو به اضافه 4x به اضافه 1. همه رو یه بار انتقال بدم، برون بر میشه 3x دو، اینا هم با هم میشن 6x، یکاش هم که با هم میره مثل چند سه. یه 3x فاکتور میگیرم، x به اضافه 2 میمونه. یه بار این 3x مساوی با 0 که x مساوی با 0 من میده، بذار دورش خط نکشم چون چک نکردم، اینم مساوی با 0 x مساوی چی میده؟ منفی 2. حالا بعد اینا کنترل کنم تو خود معادله اصلی، یا حالتون رادیکالی یا تو این قدم تغییر. 0 اینجا چک کنیم میشه 1، اینم میشه 1، حله، یعنی میرسه به 1 مساوی 1. اوکیه، پس این 0 قابل قبول هست، حله. منهای دو ولی فکر کنم مشکل داره. منهای دو رو چک کنیم، نکنیم میشه منهای 3 قدرش چنده؟ 3. منهای دو رو وقتی اینجا میدیم میشه منهای 4 با 1 میشه منفی 3. ببینیم اوکی نیست، پس این رو به عنوان جواب چیه ما نمیشناسیم، فقط همون یک جواب داره، چند؟ 0. مثال بعدی ما قدر مطلقی هست، یه ترکیبی از قدر و ایناست. بعد اینو چیکار کنم؟ کسر هم هستیم، مخرج که 0 نمیشه، یعنی اینو مطمئنم x مساوی 0 چیه نیست. چی اینو بیام با جدولش کار کنم، چون یه ور قدر یه ور عبارت که نیست به توان دو برسونیم دیگه، بیام با جدول نهایت قدر بکشیم. قدر x یا خود x رو مثلا مادم تعیین میکنم 0، برای چی؟ از منفی بینهایت تا 0 رو بعدم تا مثبت بینهایت. این ریشه چی بود؟ 0. این ور مثبت و این ور چیه؟ منفیه. الان شروع کنم حل کردن. میگه قدر رو بردار منفی بذار، یعنی الان میشه x منهای x، اینم مساوی با 3، اون قدر منفی میخوره. بیا این هست، حالا حلش هم میکنیم دیگه، چند تا صبر کنیم. اینم میگه قدر رو بردار مثبت بذار، x منهای اینجا هم x، قدر رو بردارم مثبت توش پخش میکنم، مساوی با چند دوباره؟ مساوی با 3. اینو وقتی داری حل میکنی میرسی به x منفی در منفی مثبت، اینم که 1 مساوی چند؟ 3. میرسم به x مساوی با 2. آیا میپذیریش؟ بستگی داره به شرایط.
این مال جایی بود که ایکس های کمتر مثل چند باشن صفر. البته خود صفر هم که نمیتونه باشه، این صفرش هم اینجا چیکار کنم بردارم، چرا؟ چون ریشه مخرج کمتر از صفر. آیا دو کمتر از صفره؟ میگی نه. پس این فعلا پذیرفته چیه؟ نشد. بریم شاخه بعدی. شاخه بعدی به شما میگه ایکس منهای یک مساوی با سه، یعنی ایکس مساوی چند؟ چهار. برای کجاست؟ برای ایکس های بزرگتر از چند؟ صفر. آیا میپذیری؟ میگی بله دیگه، این چهاره بزرگتر از صفره، میپذیرمش. پس الان شما یه دونه ریشه اینجا پیدا کردیم. برای خودتون میگی معادلتون یک تک ریشه داره. چرا اینجا نیومدم از توان دورستون استفاده کنم؟ خیلی جوابش خیلی واضحه بود. توان دورستون مال جایی که قدر مساوی قدر باشه، دو تا قدر مساوی، یا قدر مساوی یه عبارت باشه. قدر مساوی یه عبارت، تازه باید ایکسش هم چیکار کنم؟ کنترل کنم حتما. اما اینجا دیگه دیدم فقط یه جای خاص قدر تا قرار گرفته، اومدم چیکار کنم؟ از جدول نهایت قدر استفاده کردم. یعنی یه تعیین علامت کردم که بتونم قدر مطلق رو خلاص شم و شروع کنم معادلمو چیکار کردن؟ حل کردن. سوال بعدی. خب سال بعدیمون میگه ابتدا این نمودار رو رسم کنیم. معلومه که هدف از حل معادله که در ادامه بحثش خواهد شد، حل معادله به روش چی هستش؟ هندسیه. پس من اول توجه هم معطوف میکنم به رسم. میبینیم کلن یک قدم تق خوره. وقتی کلن یک قدم تق میخوره، ما اون خامش رو رسم میکنیم و پایینه رو به سمت بالا انتقال میدادیم. چجوری؟ ببینیم بچه ها، ایگر مساوی قدر مطلق ایکس رو ما بلدیم رسم کنیم. میدونیم داستانش چی هستش. از قبل هم اطلاعات ازش داریم. این یه هفته ایجاد میشد این مدلی ایکس ایگرگ. حالا ایگرگ مساوی قدر مطلق ایکس منهای دو رو باید چی رسم کنم؟ بعد دو باید این شکل من کشیدم به سمت چی؟ پایین. یعنی من الان این هفته رو آوردم اینجا، دو هم بدم صفر میشه این مدل، یه دونه هم بر منهای دو، دو اینجا هم دو باید آوردیش به سمت چی؟ پایین. کلا قدم تا خورده باشه، هر چی بالا هست و بالا نگه میدارم، پایینه رو میدم به سمت چی؟ بالا. پس من الان دارم کدوم تابر رسم میکنم؟ اینو. اینو. اون رو رسم میکنین کلی. اونایی که بالا بود و بالا نگه داشتم دیگه، یعنی این شاخک و این شاخک میمونه بالا. پس اینجا که این یک دو، این شاخک سر جای خودش، اینجا هم این شاخک سر جای خودش، کاری باشنش باشم. اینی که این دو تا پایین بود، دو تا میاد به سمت چی؟ بالا. یه همچین دندونری شما اینجا خواهید دید و الاخر ادامه هم داره. خب این رسمش کردم. چقدر اومده بالا؟ دو تا اومده بالا. قراره که چقدر افکس رو یک بذاریم. پس ببین من خود این افکس حالت دبلیو داره رو چیکار کردم؟ رسم کردم خط یک رو میخوام رسم کنم. خط ایگرگ مساوی یک، به خاطر که مساوی یک گذاشته. خط یک کجاست؟ خط یک اینه، این خطر رو رسم کنم. ببینید نقاط برخوردش یکی دوتا، اینجا هم یکی دیگه، این هم خط ایگر مساوی یک رو بنویسم بغلش. چهار تا شما الان چی دارین؟ مثل اینکه ایکس دارین دیگه. میتونم ببینم تقریبی اینجا پیدا کنم که دو، اینجا هم که منفی دو، میخوام ببینم که تقریبی میتونم پیداشون کنم یا نه. این بهش میخوره که یک باشه، یا اول اینجا بگم این بهش میخوره که سه باشه. سه رو چک کنم، اینو سه بدم میشه سه منهای دو مساوی یک میشه دیگه، حله. پس یک مساوی چند دارم؟ سه دارم. اینو بهش میخوره یک باشه. یک هم میتونی چک کنی، یک منهای دو منفی یک مساوی قدرش میشه یک مساوی یک، حله. یک سه دیگه یکه. همینطور اینجا هم بهش میخوره منفی یک باشه، اینم بهش میخوره چی باشه؟ منفی سه باشه. یعنی من برای معادله با روش هندسی چند جواب پیدا کردم؟ چهار تا جواب پیدا کردم. هدف چی بود؟ هدف این بود که شما یه نمودار خام اولی رسم کنید و وقتی کلا قدم تق میخوره، اون تیکه که بالا هست و بالا نگردین، پایین رو بفرستین به سمت چی؟ بالا. پایین رو محور ایکس رو بفرستین به سمت چی؟ بالا. بعد ایکس هاش هم با توجه به حدسیات راحت پیدا کردیم. چک هم کردم ببینم مساوی یکش میکنه یا نه. دیدم که اینا که پیدا کردم حدسی مساوی یک میکنه، عامل رو مساوی قبول دادم دیگه. بیایم اینور. سال بعدی میگه همون معادله است، این قدم تق مساوی یک. خدا میگه با روش جبری دیگه، بحث هندسی اینا نیست دیگه، مستقیم جبری میخوام کار کنم. اگه قدم تق مساوی یک هستش، یادتون هست قدم تق مساوی کا بود چیکار میکردیم؟ کا یه عدد مثبت بود، میگفتم یا یو برابر است با کا یا یو برابر است با چند؟ منفی کا. این دو تا حالت رو داشتیم دیگه. الان شروع کنیم حل کردن. قدم تق مساوی یک یا داخلش یعنی منظورم این عبارتی که اینجاست مساوی چند؟ یه شاخه. یا اینکه این داخلش مساوی منفی یک. چک کنیم اینجا میشه قدم تقیق مساوی چند؟ میادیم و میشه سه.
اینجا قدر منطقه x میشه، ما سوچم بیدیم و میشن یک. دوباره ادامه میدم، قدر چی برابره با 3؟ یه بار 3، یه بار هم چی؟ منفی 3، این دوتا x ها. اینجا رو هم چک کنیم، یه بار 1، یه بار هم چند؟ منفی 1. دوتا x هم اینجا پیدا کردم. شما در کل میگی 4 تا چیکار کردی؟ x پیدا کردی دیگه. همین. مثال بعدی ما. معادله اجباراً به روش چی؟ جبری میخواد حل کنه. اجباراً میخواد روش جبری حل کنه، چیکار کنم؟ این دوباره همون استایل رو میرم. قدر منطقه مثلا یه عدد هستش، شما میگی یا یو برابر است با کا، یا یو برابر است با چند؟ منفی کا. پس این دو تا حالت داریم، یا x دو منهای 2x به خاطر داخل این مثلا چنده؟ 2. یا x دو منهای 2x برابر است با چند؟ منفی 2. شروع کنیم ادامه کار. اینجا x دو منهای 2x منهای 2 مساوی 0، دلتا میگیرم به 2، 4، 4 آ، اینم 3، 12 دلتا من x هم بده 2 مساوی منفی، رادیکال 12 میشه 2 رادیکال 3، 4 3 تا 3 دیگه تقسیم بر 2، همه به 2 ساده 1 مساوی منفی رادیکال 3. این x های این. حالا بیام سراغ این x2 منهای 2x به اضافه 2 مساوی 0، دلتا میگیرم 4 منهای 4 آ 3، دلتاش میشه کمتر از 0. اینجا میگه ریشه چیه؟ نداره. همون دو تا ریشه که اونجا پیدا کردی رو اوکی میکنی نرسیه. این خیلی روشای خیلی ساده و دم دستی، یه خود مسلط بشی به محاسبه دیگه صورتت هم تو اینا خیلی خیلی میره بالا. بریم سال بعدی. سال بعدیمون چند جواب برای معادله وجود دارد. قدر منطقه x داره تکرار میشه، یه با برای x های مثبت، یه با برای x های منفی. شروع میکنم کار کردن، فکر کنم دیگه نیاز نباشه که جدول هم بکشم. میام میگم که اگه x بزرگتر از مساوی با 0 باشه چه اتفاقی میفته؟ یه بارم برای کوچکتر از مساوی 0، بزرگتر از مساوی 0 چی میشه؟ این مثبت میاد بیرون، میشه x در x میشه x2، بعد مساوی اینم که میشه x به اضافه x. میبینین x2 مساوی 2x، میارم یه بر فاکتور ایکسش هم میگیرم، یه ایکس مساوی با صفر دارم، یه ایکس مساوی با 2. اون ایکس رو قبول میکنم که بودتا مساوی صفره، بودتا مساوی صفره، هم این و هم این جفتش بر من چی هستش؟ قابل قبوله. فعلا دوتا جواب اینجا. شاخه بعدی مال این موقعیه که چی باشه؟ ایکس هم کمتر از صفر باشن. این منفی میاد بیرون میشه منفی ایکس 2، این منفی میاد بیرون میشه منفی ایکس به اضافه ایکس. خب دقت کنیم، منفی x2 مساوی چند میشه؟ صفر. یعنی x2 مساوی با صفر، x مساوی صفر. خب جواب تکراریه دیگه، اینجا پیدا کردم دیگه. کلا چند جواب شد الان؟ میگی دوتا جواب، دوتا جواب رو میزنی براش اینجا گزینه چند؟ 2. سال بعدیمو به ازای کدام مقادیر کا معادله این دقیقا داره دوتا جوابه؟ این یه خورده باید دقیق باشیم داخلش. اولا که یه ایگریگ شماره یک میخوام رأس کنم، x2 منهای 4 x منهای 3 با قدر مطلق. یه بارم ایگریگ شماره 2 میخوام رأس کنم کا. این یه خط چی هستش؟ یه خط افقیه. رسم این الان انجام میدم. مثلا این ایگریگ مثلا یه عدد ثابت، ایگریگ مثلا 1 2 کا میشه یه خط افقی. پس این رسمش خطهای افقی هست که مد نظر من هستش. اون کار نداره. اینو میخوام رأس کنم. خام این رو اول رسم میکنم. خامش اینه که آقا ایگرگ مساوی x2 منهای 4 x منهای 3 رو باید رسم کنم. x رس اگه یادتون باشه داشتش، منفی b بری چند؟ 2a. منفی b یعنی 4، 2 برابر a هم 2، این 4 دوم 2. یه جدول نقطیابی براش رسم میکردیم، 2 رو میذارم وسط، یه خورده بیشتر یه خورده کمتر، اینا رو شروع میکنم رسم کردن دیگه. ببینیم چه اتفاق میفته. دو بدم چی میشه؟ دو بدیم اینجا دیگه به این تابه دارم دو میدم، 4 منهای 8 منفی 4 باید میشه چی؟ منفی 7. 0 بدم میشه منفی 3، 4 هم بدم میشه منفی 3. شکل سعی میکنم برای شما رسم کنم. خامه دیگه، خام خامش دو بدیم اینجا مثلا دو باشه، دو اینجا 4 اینجا 6 منفی 4 منفی 2 اینجا منفی 6 دو هفت، یه همچین جای میفته. صفر منهای 3 اینجاست، 4 منهای 3 بودن روبروش. من شکل رو حدودی نقطه چینی رسم کنم برای شما. اینجا خب کل قد خورد چیکار میکردیم؟ کل تا بلن قدمتر خورده دیگه.
اون شاخکایی که بالاست نگه می‌داشتیم، پایین رو به سمت بالا انتقال می‌دادیم. یعنی من اینو الان نگه می‌دارم، این رو هم نگه می‌دارم سر جای خودش. اون تیکه که پایین هست 7 تا رفته و پایین دیگه 7 تا میارم میذارمشون بالا. یه همچین چیزی رو رسم می‌کنم برات. این دیگه پایینش نیست. چقدر اومد بالا؟ 7. خب تا اینجا من تابع ایگری شما یکم رسم کردم. اون چی هست گفتیم؟ خط افقی. خط افقی اگه اینجا باشه هیچ جا قطعش نمی کنه، اینجاها باشه 1 2 3 4 جا قطع میکنه. قراره 2 جا قطع کنه. یه جوری باید رسم کنم که 2 جا قطع کنه. فکر میکنم باید اگه خود 7 رسم کنم چند جا قطع میکنه؟ 1 2 3 جا قطع میکنه. از صف باید بیان بالا دیگه. یعنی خط افقی که بالاتر از این هستن ایگری مسابقه اینا فقط یکی اینجا قطع میکنه، میشه 2 جا قطع میکنه. گفتی دقیقاً 2 جا. پس این که هرچی هست باید از 7 چی باشه؟ بیشتر باشه. گزینه چند نمیزنم؟ 1 رو میزنم. بریم سوال بعدی. میگه مجموع جواب این آماده به کدام صورت باز است؟ حل کنیم یا حل نکنیم؟ چرا میگم حل نکنیم؟ چون جوابم تو گزینه هاست دیگه، نیاز نیست که حلش کنم. من به راحتی میتونم با کنترل گزینه ها بفهمم که مثلا کدوم ایکس رو میخوای کدوم ایکس رو نمیخوای. مثلا یه دونه ایکس رو صفر بذاریم ببینیم ایکس رو صفر میخواد. نگاه کنید، این صفر رو میخواد، این صفر رو میخواد، این صفر رو نمیخواد، اینم صفر رو نمیخواد. دو تا گزینه دارم که صفر رو میخوان، دو تا گزینه دارم صفر رو نمیخوان. دارم امتحان میکنم، یعنی با سیستم ردی گزینه دارم میرم جلو. صفر بدیم اینجا چی میشه؟ صفر صفر صفر. اینجا هم صفر میدم میشه -2 2. قدر مطلقش دو. صفر کمتر از 2 میگی بله هست. پس صفر رو میخوام. صفر قابل تاییده برام. صفر قابل تایید هستش این گزینه و این گزینه کنسل شد. فعلا دو تا گزینه چیکار کردم؟ پروندم. حالا فرقم دو تا گزینه. 1 میدم مثلا. چرا 1؟ ببینید یکی از گزینه هام 1 رو نمیخواد، یکی از گزینه هام 1 رو میخواد. 1 رو بدیم ببینیم چه اتفاقی میفته. 1 منهای 2 میشه -1. اینجا هم 1 بدم میشه -1، قدرش 1. الان منهای کمتر از 1 میگی بله هست. پس 1 رو هم میخوام، 1 رو میخوام، این گزینه کنسل شد. خب یه گزینه بیشتر نمونده دیگه، گزینه 2. این نیازی نبود که حلش کنم، با روش رد گزینه رفتم سمت جلو. سوال بعدیمون که در قالب تست دوباره جواب نامعادله رو میخواد. یه قدری بین 3 و 6 شما میدونین که حتما اون عبارتی که داریم صحبتش رو میکنیم یه بار بین چی؟ 6 و 3 هستش. یه بارم بعد این ایکس منهای 2 رو بین چی بذارم؟ منفی 6 و منفی 3. این بینابین بودن است. یعنی شما دو شاخه کاری داری. قدم تقص چه چیزایی از 3 تا 6 هن؟ یا اونایی که خودشون واقعا 3 تا 6 هن؟ یا اینکه بین منفی 6 تا منفی 3 هستن که قدم تقص بشه چی؟ 3 تا 6. خب اینجا بخوام حل کنم یه 2 به هر طرف اضافه میکنم. اینجا میفته 8، اینم 2 5. اینجا هم 2 اضافه میکنم میشه چند؟ -1. اینم 2 اضافه کنم -4. پس ایکس های من کلا چه بازی است؟ ببین یه بازه است از -4 تا -1 به همراه چی؟ از 5 تا 8. این بازه که نوشته A B C D منظورش این است. A B یعنی من اینجا بریم سمریز، این هست A B، اینم C و اینم D. چی از من میخواد؟ بی به اضافه سی رو از شما میخواد دست دیگه. حالا بی به اضافه سی کجاست؟ بی به اضافه سی رو توی گزینه ها میخواد. این دوتا بی و سی جمعشون چنده؟ 4. گزینه چنده میزنم؟ 1. بریم سوال بعدی. جواب نامعادله رو میخواد که به صورت A تا B نوشته شده. این تیپ کمتر تو کتاب بررسی شده ولی شما باید بهش چی باشی؟ مسلط باشین. این تک قدر مطلق ندارم توی سوال، دو قدر مطلق است. میام یه جدول میکشم، همون جدول رهایی قدر که قدرامو خلاصشم شروع کنم کار کردن. چی اینو صفرش میکنه؟ 1. چی اینو صفرش میکنه؟ -1. یعنی یه جدولی که برای خودم میکشم. به شما گفتم که جدول برای چی میکشیم دیگه، برای اینکه فقط بفهمم که هر ناحیه دارم کار میکنم، محدوده کاریم چی هستش، اشتراک و اجتماعش یادم نرده است. از منهای بینن، یکیش بحث منهای که، یکیش هم یکه تا الاچی آخر. یه ردیف برای اون ایکس منهای 1 میکشم، یه ردیف برای اون ایکس به اضافه 1 میکشم، بعدش هم شروع میکنم چیکار کردن؟ حل کردن معادله. این درجه 1 اینجا صفره، این درجه 1 اینجا صفر نیست. راست موافق، چپ مخالف. این یکی میبینی؟ اینجا -1، راست موافق، چپ مخالف. حالا شروع میکنم چیکار کردن؟ حل کردن سوال.
این میگه هر دوتا قدم تق رو منفی خرجشون کن، این هم منفی خرجش میکنم، منفی x به اضافه یک، اونم منفی میذارم، منفی x منهای یک کمتر از منفی x به اضافه سه. اینو حلش کنیم، یکی از منفی x ها میره میشه منفی x کمتر از، این هم که کنسل، سه منفی ضرب میکنه یا منفی کنسل میکنه جهت بر میگرده. نه بعد x بودتر منفی سر جواب بدونی، بعد اینو اشتراک بگیر با این ناحیه. ببین x های کمتر مساوی منفی یک اشتراک این با این چی میشه؟ میگه بیشتر از منفی سه، کمتر از منفی یک، اشتراکش میشه از منفی سه تا منفی یک. این ناحیه رو باید به عنوان جواب بدین. بخاطر همین تو جدول میذارم که اشتراک گرفتنش یادم نره. برم سراغ بعدی. میگه قدر اولیه رو منفی خرجش کن، قدر دومیه رو مثبت خرجش کن، کمتر از منفی x به ضرب چند سه. اینا x هاش میره xش بده من میشه x، کمتر از اینا میره من میشه یک. اینو نباید همینجوری بپذیرم، بعد بین چی؟ بین یک و منفی یک بودن رو چیکار کنم؟ اشتراک بگیرم. پس اینجا هم جواب چی میشه؟ بین کمتر از یک، اینجا هم اشتراکشون میشه از منفی یک تا یک اشتراکشون. اینم بمونه. برم حالت بعدی، جفت قدرها رو مثبت خرج میکنم براشون. این مثبت خرج، اینم مثبت خرج، اینم منفی x به اضافه 3. بیاد این میشه 3x کمتر از 3، x کمتر از چند؟ 1. دست آره دیگه، یکی کم تر از دیگه. حالا بعد اینجا شما با x های بودی تمسا یک اشتراک بگیرم، ببین دیگه این اشتراک دیگه با هم دیگه چیه؟ ندارن. هر سه تا با هم رو اجتماع میگیری. حالا که میخوای اجتماع بگیری جواب کلی چی میشه؟ میشه از منفی 3 تا چند؟ تا 1. اینجا این یکم باز بوده دیگه، حواسمون نبوده، اینم یکم بازه الاخر. پس این بازه ای تابی، این ای هستش، این بیه. از شما چی میخواد؟ بی منهای ای رو میخواد. بی منهای ای یعنی یک منهای سه. چهار رو تو گزینه ها میزنم، گزینه چند؟ دو. یک بار دیگه سوال حتما برای خودتون حل کنین. چرا دوتا قدم تق داشتیم؟ یه جدول دو سطحی قدم تق براش کشیدم که خلاص شدن قد برام قشنگ مشخص بشه و ناحیه کار کردم یادم نره که باید هر کدوم رو چیکار کنم؟ اشتراک بگیرم. دست آخر سرم کمر با هم دیگه چیکار کردیم؟ اجتماع گرفتیم، بازه کجا رو تحویلش دادیم، اسمش گذاشته بود ای تا بی، من گفتم این ای، این بی دیگه. سال بعد باز یه همچین سبک و سیاقی مثل سال قبل رو شما اینجا طرف حساب هستین. جواب این نامادری میخواد، میشه شامل چند تا عدد طبیعی هستش. دو تا قدم تقدرم چین رو صفرش میکنه، چین رو صفرش میکنه. یه جدول براش میکشم که بعدا بتونیم راحت چیکار کنیم؟ حل کنیم دیگه. برای ایکس هم یه ردیف منفی سه، یه دونم اینجا هم چهار، یه ردیف برای ایکس به اضافه سه میکشم، یه ردیف برای ایکس منهای چهار میکشم. شروع میکنم بعد چیکار کردن؟ حل کردن. اینجا اینجا، اینکه اینجا صفر راست موافق چپ مخالف، اینم تو چهار صفر راست موافق چپ مخالف. شروع کنیم حل. جفتش رو منفی خرج میکنم، منفی خرج کنم، منفی x مین های 3، اونم منفی، کمتر از x به اضافه 8. چم جورش کنم؟ اینجا این منفی دو میشه منفی 3x، با هم میشن یک، بر اونور میشه 9x بزرگتر از منفی 3. اینو باید با چی اشتراک بگیرم؟ با x های کمتر از مساوی منفی 3 اشتراک بگیرم. این کمتر از منفی 3 بزرگتر از منفی 3 با هم دیگه اشتراک چیه؟ ندارن. بریم بعدی، قدر اولیه رو مثبت خرج کن، اونو منفی خرج میکنم براش، کمتر از x به اضافه 8. x ها میره، این میشه منفی x میاد اینور، اینم به رومه 7 میشه 1. x بزرگتر از چند؟ منفی 1. با چه بازی باید اشتراک بگیرم؟ از منفی 3 تا 4 باید اشتراک بگیرم. بزرگتر از منفی 1، بین منهای 3 تا 4 هم بخوام اشتراک بگیرم، چه بازی رو در نظر میگیرم؟ این ورش میفته چند؟ 4. این ورش منفی 1. این بمونه. برم بعدی، جفتش رو مثبت خرج میکنم، x به اضافه 3، اینم x منهای 4 کمتر از x به اضافه 8. جمع جور میکنم میشه x، این که میشه منفی 1 بر اونور 9. با چی باید اشتراک بگیرم؟ با x های بزرگتر هم چند؟ 4. اشتراک بگیرم، این ورش 9، این ورش چند؟ 4. حالا همه رو با هم دیگه چیکار میکنیم؟ اجتماع.
همه رو با هم اجتماع بگیرن میشه از منفی یک شروع میشه میره تا چند تا نه. خب این جواب من. اما میگه چند تا عدد طبیعی میخوام توی این بازه. اگه شما عدد طبیعی میخواین از منفی یک شروع میکنید تا 9 دیگه بشماریم دیگه. اولین عدد طبیعی که گیر میکنم صفر جدا حسابی حساب میشه دیگه، 1 هست و 2 هست و 3 و تا 8. تعداد چند تاست؟ میگی 8 تا. گزینه چند؟